لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید. گوش تا گوش با چارگوش. افرادی که در این دنیا زندگی می کنند افرادی هستند که از خواب برمی خیزند و به دنبال شرایط مورد نظر خود هستند و اگر نتوانند آنها را پیدا کنند آن را ایجاد می کنند. خب کاملا واضح است، اینطور نیست؟ ما همانی می شویم که به آن فکر می کنیم. کسی که به اهداف ارزشمند و محکم فکر کند به آنها دست می یابد، چون چیزی است که به آن فکر می کند. برعکس کسی که هدفی ندارد، کسی که نمی داند به کجا می رود و چه افکاری باید داشته باشد، افکارش گیج، هراسان و نگران خواهد بود و در نتیجه یه زندگی سرشار از گیجی، ترس و نگرانی خواهد داشت. و اگه به هیچ چیز فکر نکنه هیچ چیز نخواهد شد. حالا این قانون چطور کار می کنه؟ چرا ما همونی می شیم که به اون فکر می کنیم؟ بسیار خوب، من تا جایی که تجربه به هم نشون داده برای شما توضیح میدم. برای بیان این مطلب وضعیتی مشابه با وضعیت ذهن انسان رو به تصویر میکشم. هر چه بکارید درو خواهید کرد. تصور کنید کشاورزی صاحب زمینی خوب و حاصل خیزه. این زمین به کشاورز قدرت انتخاب میده. تعریف موفقیت. وقتی میگیم 5% موفق میشن، باید تعریفی از موفقیت داشته باشیم. بهترین تعریفی که تا به حال تونستم پیدا کنم اینه: موفقیت تحقق تدریجی یک آرمان ارزشمند است. اگه کسی در جهت رسیدن به یه هدف از پیش تعیین شده تلاش کنه و بدونه که به کجا میره، اون فردی موفقه. اگه مردم این کارو نکنن، فردی شکست خورده هستند. موفقیت تحقق تدریجی یک آرمان ارزشمنده. به بیان رولومی روانپزشک برجسته، متضاد مفهوم شجاعت ترسو بودن نیست، بلکه همرنگ جماعت شدنه و امروزه این دلیل بسیاری از شکست هاست. افرادی که مثل بقیه عمل می کنن بدون اینکه واقعا از حال اونا خبر داشته باشن. نشر نوژین با همکاری استودیو پنگان تقدیم می کند. عجیب ترین راز با صدای دکتر جابر جان، اثر ارل نایتینگل. مترجم امیر پور طهماسبی. مدیر اجرایی پروژه سمیرا شرکت رضایی. ناشر نشر نوژین. تهیه و تولید نسخه صوتی استودیو پنگان.
تدوین الهام صفایی بصیر، سیمین رمضانی پور، گوینده نسیم رفیعی، ناظر ضبط دادبه دادمه، مدیر تولید امیر ملایری. مقدمه. من میخوام در مورد عجیب ترین راز جهان با شما صحبت کنم. یه بار از دکتر آلبرت شویتزه برنده جایزه نوبل پرسیده شد: دکتر، این روزا مردم چه مشکلی دارن؟ دکتر لحظه‌ای سکوت کرد، بعد گفت: مردم اندیشه نمی کنن. همین. ما امروزه در عصر طلایی زندگی می کنیم، عصری که بشریت هزاران سال منتظر اون بوده، رویای اونو داشته و هزاران سال برای رسیدن به اون کار کرده، و چون الان در اون عصر به سر میبریم اونو خوب فرض میکنیم. ما احساس خوشبختی داریم که در ثروتمندترین عصری که تا حالا روی زمین وجود داشته زندگی میکنیم. سرزمینی سرشار از فرصتهای زیاد برای همه. اما آیا میدونید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اجازه بدید 100 نفر را در نظر بگیریم که در سن 25 سالگی شروع کردند. آیا تصور می‌کنید که وضعیت اونا در 65 سالگی چطور خواهد بود؟ این 100 نفر که همشون تو سن 25 سالگی شروع کردن، اعتقاد دارن که موفق خواهند شد. اگه از هر کدوم اونها سوال کنید آیا می‌خوان موفق باشن، اونا خواهند گفت که موفق هستن. متوجه میشید که اونا مشتاق زندگی‌اند. جرقه امید تو چشاشون می درخشه و همینطور برای حرکت کردن استوارن و زندگی برای اونا یه ماجراجویی بسیار جالبه. اما وقتی 65 ساله شدن، فقط یکی ثروتمند شده. 4 نفرم از نظر مالی مستقلن. 41 نفر همچنان کار خواهند کرد و 54 نفر دیگه ورشکسته خواهند شد و برای ضروریات زندگی محتاج دیگرانن. حالا یه لحظه تأمل کنید. فقط 5 نفر از 100 نفر موفق میشن. چرا بسیاری از اونا شکست میخورن؟ جرقه‌ای که هنگام 25 سالگی در اونجا وجود داشت چی شد؟ رؤیاها، امیدها و برنامه‌های اونا چی شد؟ چرا چنین تفاوت زیادی بین اونچه که اونا میخواستن و اونچه که به دست میارن وجود داره؟ تعریف موفقیت. وقتی میگیم 5% موفق میشن، باید تعریفی از موفقیت داشته باشیم. بهترین تعریفی که تا به حال تونستم پیدا کنم اینه: موفقیت تحقق تدریجی یک آرمان ارزشمند است. اگه کسی در جهت رسیدن به یه هدف از پیش تعیین شده تلاش کنه و بدونه که به کجا میره، اون فردی موفقه. اگه مردم این کارو نکنن، فردی شکست خورده هستن. موفقیت تحقق تدریجی یک آرمان ارزشمنده.
به بیان رولومی روانپزشک برجسته، متضاد مفهوم شجاعت ترسو بودن نیست، بلکه همرنگ جماعت شدنه و امروزه این دلیل بسیاری از شکست هاست. افرادی که مثل بقیه عمل می کنن بدون اینکه واقعا از حال اونا خبر داشته باشن. همکنون توی امریکا میلیون ها نفر 65 ساله و حتی مسن‌تر وجود داره و جالب این که بیشتر اونا مشکل مالی دارن. این افراد به دلیل نیازهای زندگی به شخص دیگه‌ای وابستن. ما تو 7 سالگی خوندن رو یاد میگیریم. تو 25 سالگی یاد میگیریم چطور زندگی خودمون رو تأمین کنیم و غالباً تو این سن باید یه خانواده رو هم تأمین مالی کنیم و سرانجام 65 ساله میشیم. در حالی که هنوز یاد نگرفتیم توی ثروتمندترین سرزمینی که تاکنون وجود داشته چطور از لحاظ مالی مستقل باشیم. به نظر شما چرا؟ چون همرنگ جماعت میشیم. مشکل اینه که اکثر ما مثل اون گروه از مردمی عمل میکنیم که اشتباه میکنن، یعنی 95% که موفق نمیشن. چرا مردم همرنگ جماعت میشن؟ چون اونا آگاه نیستن. به نظر میرسه اکثر مردم باور دارن که زندگی اونا توسط شرایط و نیروهای خارجی شکل میگیره. اونا افراد وابسته به بیرون هستن. توی یه بررسی انجام شده که بسیاری از افراد شاغل رو در بر میگرفت، از این افراد پرسیده شد چرا کار میکنید؟ یا چرا صبح ها بیدار میشید؟ 19 نفر از 20 نفر نظری نداشتن و اگه اونا رو تحت فشار قرار میدادیم میگفتن همه صبح سر کار میرن و به همین دلیلم هست که اونا سر کار میرن. حالا برگردیم به تعریف موفقیت. چه کسی موفق میشه؟ تنها شخصی موفق میشه که به تدریج در حال تحقق یه آرمان ارزشمنده و شخصیه که میگه میخوام به این هدف برسم و بعد شروع به کار برای رسیدن به اون هدف میکنه. من به شما میگم چه افرادی موفقن. یه فرد موفق معلم مدرسه ایه که در حال تدریس تو مدرسه است و کاری که دوست داره رو انجام میده. یه زن موفق زنیه که همسر و مادره. چون میخواسته که همسر و مادر شه این کار رو به خوبی انجام میده. مردی موفقه که پمپ بنزین رو مدیریت میکنه چون این رؤیای اون بوده. موفق کارآفرینیه که شرکت خودش رو راه اندازی میکنه چون رؤیای انجام اونو داره. این کاریه که اون میخواد انجام بده. موفق فروشندهیه که میخواد فروشنده درجه یکی باشه و تو سازمان خودش رشد کنه و در پی دستیابی به اون هدف باشه. موفق هر شخصی است که یک هدف از پیش تعیین شده را دنبال میکند، زیرا آگاهانه تصمیم گرفته که انجامش دهد. اما از هر 20 نفر یه نفر این کارو میکنه و بقیه شکست میخورن. به همین دلیله که امروزه هیچ رقابتی وجود نداره مگه اینکه اونو برای خودمون خلق کنیم. به جای رقابت تنها کاری که باید انجام بدیم خلقه. 20 ساله که در جستجوی کلیدی هستم برای تعیین اینکه چه اتفاقی در حال افتادن برای بشریته. میخواستم بدونم آیا کلیدی وجود داره که بتونیم تا حد زیادی آینده‌ای امیدبخش پیش بینی کنیم؟ آیا کلیدی وجود داره که موفق شدن شخص رو در صورت دونستن اون و چگونگی استفاده از اون تضمین کنه؟ چنین کلیدی وجود داره و من اونو پیدا کردم. آیا تا به حال به این فکر کردید که چرا تعداد زیادی از مردم خیلی سخت کار میکنن
بدون اینکه هیچ دستاوردی برای خودشون داشته باشن، در حالی که بقیه به نظر نمیرسه خیلی کار کنن اما به هر چی میخوان میرسن. اونا دست جادویی دارن؟ شنیدید که میگن دست به خاکستر میزنه طلا میشه؟ تا حالا هیچ دقت کردید کسی که موفق میشه دوست داره بیشتر و بیشتر موفق شه؟ و در مقابل دقت کردید کسی که شکست میخوره بازم به سمت شکست میره و شکست میخوره؟ تفاوت در اهدافه. آدمایی که هدف دارن موفق میشن چون میدونن به کجا میرن. به همین سادگی. برعکس، شکست خورده ها باور دارن که زندگی اونا به شرایط وابسته است. به اتفاقایی که برای اونا میفته، به اون چه بر اونا تحمیل میشه. یک کشتی رو در نظر بگیرید که برنامه سفر مشخص و نقشه مسیر داشته باشه. کاپیتان و خدمه کشتی میدونن که دقیقاً به کجا میرن و چقدر طول خواهد کشید. کشتی یه هدف مشخص داره و از هر 10,000 بار 9,999 بار به اونجا خواهد رسید. حالا کشتی دیگه رو در نظر بگیرید. درست مثل کشتی قبل اما بدون خدمه و بدون کاپیتان. و همینطور هیچ برنامه و مقصد و مسیری برای اون در نظر نگیریم. فقط موتور کشتی رو روشن کنیم و بذاریم حرکت کنه. فکر میکنم موافق باشید که این کشتی اگه از بندر خارج شه یا غرق میشه یا به ساحلی دور افتاده و متروکه خواهد رسید. این کشتی به جایی نمیتونه بره چون مقصد و راهنمایی نداره. زندگی بشری هم دقیقاً همینطوره. برای مثال یه فروشنده رو در نظر بگیرید. این روزها فروشندگی خیلی رونق داره و فقط در صورتی که در اون ماهر باشید و بدونید به کجا میخواید برید موفق میشید. شخصی یه بار گفت مسابقه بشری حالت ثابتی داره. نه برای جلوگیری از برد قویترها، بلکه برای جلوگیری از باخت ضعیفترها. جامعه امروز شبیه یک جامعه زمان جنگه. کل جامعه برای محافظت از ضعیفترین حلقه خودش آرومتر حرکت میکنه. مثل کاروان کشتی هایی که باید به سرعت کندترین کشتی حرکت کنن تا شکل خودشونو حفظ کنن. به همین دلیل امروز زندگی کردن اینقدر ساده شده. امروز ذهن یا استعداد زیادی برای زندگی کردن و تأمین خانواده نیاز نیست. ما در یک سطح حداقلی امنیت به سر میبریم. برای موفقیت تنها کار لازم اینه که تصمیم بگیریم چقدر میخوایم بالاتر از این سطح امن باشیم. حالا اجازه بدید به عجیبترین راز در جهان برگردیم. داستانی که امروز میخواستم برای شما بیان کنم. چرا افراد هدفمند توی زندگی موفق میشن و افراد بدون هدف شکست میخورن؟ خب، اجازه بدید مطلبی رو براتون تعریف کنم که اگه اونو دریابید زندگی شما فوراً تغییر خواهد کرد. اگه کاملاً درک کنید که از این لحظه به بعد من چه چیزی رو براتون بازگو خواهم کرد، زندگی شما هرگز یکسان نخواهد موند و ناگهان خواهید دید که خوشبختی به سمت شما جذب میشه. اوضاعی با شما همسو میشه و از این به بعد دیگه مشکلات و نگرانی ها و اضطراب های عصبی رو که شاید قبلا تجربه کردید نخواهید داشت. تردید و ترس شما رو رها خواهد کرد. کلید موفقیت. کلید موفقیت اینجاست. ما به آنچه می اندیشیم تبدیل می شویم. اجازه بدید دوباره تکرار کنم. ما به آنچه می اندیشیم تبدیل می شویم.
تمام طول تاریخ معلم‌ها و مرشدهای بزرگ، فلاسفه و پیامبران در موارد زیادی با هم اختلاف نظر داشتند. تنها تو همین یه نکته همه اونها به طور کامل و بی‌نظیری متفق القول و موافق بودند. یعنی کلید موفقیت و کلید شکست اینه: ما به آنچه می‌اندیشیم تبدیل می‌شویم. مارکوس اورلیوس، امپراتور بزرگ روم، میگه زندگی هر انسان چیزهایی است که افکارش را تشکیل می‌دهد. و همچنین بنیامین دیزرائیل میگه همه چیز به دست می‌آید اگر فقط صبر کنید. من خودم پس از مدیتیشن طولانی به این باور رسیدم که یک انسان با هدف مشخص باید به نتیجه برسد و هیچ چیز نمیتواند مانع یک اراده مقاوم شود. رالف والدو امرسون میگه انسان همون چیزی است که در تمام روز به آن فکر میکند. ویلیام جیمز میگه بزرگترین کشف نسل من این است که انسان می تواند زندگی خود را با تغییر نگرش ذهنی تغییر دهد. و همچنین میگه اگر به اندازه کافی به نتیجه دقت کنید، حتما آن را به دست خواهید آورد. اگر می خواهید ثروتمند شوید، ثروتمند خواهید شد. اگر می خواهید یاد بگیرید، یاد خواهید گرفت. اگر می خواهید خوب باشید، خوب خواهید بود. او همچنان ادامه می ده: در واقع باید این چیزها را به صورت انحصاری آرزو کنید و به طور همزمان 100 چیز ناسازگار دیگر را رها کنید. در انجیل می خونیم: اگر باور و ایمان وجود داشته باشد، همه چیز برای فرد باورمند امکان پذیر است. دوست قدیمی من دکتر نورمن وینسنت پیل اینگونه بیان می کنه: این یکی از بزرگترین قوانین جهان است. آرزو داشتم که آن را به عنوان یک مرد جوان کشف می کردم. این کشف خیلی دیرتر از زندگی من به وجود آمد و من آن را به عنوان بزرگترین کشف خود دریافتم. بزرگترین کشف به استثنای رابطه من با خدا. قانون عالی که به طور خلاصه و به سادگی بیان شده اینه: اگر منفی فکر کنید، نتیجه منفی می گیرید و اگر مثبت فکر کنید، نتیجه مثبت. این واقعیت ساده مبنای سلامت و موفقیت است. باور کنید و موفق شوید. به بیان ویلیام شکسپیر، تردیدها خیانتکارند. آنها هراس از تلاش را در ما ایجاد می کنند و سبب می شوند از آنچه می توانستیم انجام دهیم باز بمانیم. جورج برنارد شاو هم گفته مردم شرایط خود را به خاطر آنچه هستند سرزنش می کنند. من به این شرایط اعتقاد ندارم. افرادی که در این دنیا زندگی می کنند افرادی هستند که از خواب بر می خیزند و به دنبال شرایط مورد نظر خود هستند و اگر نتوانند آنها را پیدا کنند، آن را ایجاد می کنند. خب کاملا واضح است، اینطور نیست؟ ما همانی می شویم که به آن فکر می کنیم. کسی که به اهداف ارزشمند و محکم فکر کند به آنها دست می‌یابد، چون چیزی است که به آن فکر می‌کند. برعکس، کسی که هدفی ندارد، کسی که نمی‌داند به کجا می‌رود و چه افکاری باید داشته باشد، افکارش گیج، هراسان و نگران خواهد بود و در نتیجه یه زندگی سرشار از گیجی، ترس و نگرانی خواهد داشت. و اگه به هیچ چیز فکر نکنه، هیچ چیز نخواهد شد.
حالا این قانون چطور کار میکنه؟ چرا ما همونی میشیم که به اون فکر میکنیم؟ بسیار خوب، من تا جایی که تجربه بهم نشون داده برای شما توضیح میدم. برای بیان این مطلب وضعیتی مشابه با وضعیت ذهن انسان رو به تصویر میکشم. هر چه بکارید درو خواهید کرد. تصور کنید کشاورزی صاحب زمینی خوب و حاصل خیزه. این زمین به کشاورز قدرت انتخاب میده. اون میتونه هر چی میخواد تو اون زمین بکاره. برای زمین مهم نیست. این کشاورزه که انتخاب میکنه و تصمیم میگیره. ما ذهن انسانو با زمین مقایسه میکنیم. چون برای ذهن مهم نیست در اون چه چیزی میکارید. اون هر چی بکارید بهتون برمیگردونه. حالا تصور کنید که کشاورزی دو نوع دونه در اختیار داره. یکی دونه ذرت و اون یکی دونه سمی مثل بادنجانیان که سمی مهلک داره. تیره ای از بادنجانسانان علفی که دارای آلکالوئید های سمی است. اون دو سوراخ کوچیک تو زمین میکنه و هر دو دونه رو میکاره. هم دونه ذرت و هم دونه سمی رو. اون هر دو سوراخ رو پر میکنه، اونا رو آب میده و از زمین مراقبت میکنه. حال چه خواهد شد؟ طبیعتاً زمین اون چه رو در اون کاشته شده باز پس میده. یادتون باشه برای زمین مهم نیست. زمین به همون فراوونی که دونه ذرت به شما میده، دونه سمی هم خواهد داد. ذهن انسان بسیار بارورتر، شگفت‌انگیزتر و مرموزتر از زمین کشاورزیه. اما به همون طریق کار میکنه. برای اون مهم نیست ما توش چی میکاریم. موفقیت یا شکست؟ هدفی واقعی و ارزشمند یا سرگردونی، سوء تفاهم، ترس، اضطراب و مانند اون. هر آنچه می‌کاریم به ما باز خواهد گشت. می‌بینید که ذهن بشر آخرین قاره عظیم و ناشناخته روی زمینه. این قاره صاحب ثروتیه که به خواب هم نمی‌بینی و هر چه در اون بکاریم به ما برمیگردونه. ممکنه بگید اگه اینطوره چرا بیشتر مردم از ذهنشون استفاده نمی‌کنن؟ من فکر میکنم اونا جوابی برای این سوال پیدا کردن. مشکل اینه که ما برای چیزهایی که به طور رایگان بهمون داده میشه ارزش کمی قائلیم. چیزهایی برای ما ارزشمندن که بابت اون پول میپردازیم. اینجا تناقض وجود داره. هر چیزی که تو زندگی ارزشمند باشه به صورت رایگان و بدون دلیل به ما عطا میشه. ذهن، روح، بدن، آرزوها، رؤیاها، جاه طلبیها، هوش و عشق به خانواده، به فرزند، به دوست، به کشور. همه این دارایی های گرون قیمت رایگانند. اما چیزایی که برای ما هزینه دارن در واقع بسیار ارزون و در هر زمان قابل تعویضن. یک انسان خوب و میشه کاملا نابود کرد و سرنوشت دیگه‌ای براش رقم زد. اگه خونمون دچار سوختگی شه میتونیم اونو بازسازی کنیم. اما چیزایی که رایگان به دست آوردیم هرگز نمیتونیم جایگزین کنیم. ما ذهن انسان رو مسلم و بدیهی در نظر میگیریم. به همین دلیل از اون استفاده نمی کنیم. انس زیاد موجب غفلت میشه. ذهن ما توانایی شگفتی داره. اما معمولاً از اون توی کارهای کوچیک استفاده میکنیم. محققان ثابت کردن که بیشتر ما حدود 10% یا حتی کمتر از توانایی های خودمون استفاده میکنیم. حالا تصمیم بگیرید که به دنبال چه چیزی هستید. هدف خودتون رو تو ذهنتون بکارید. این مهمترین تصمیمیه که در تمام زندگیتون میگیرین. چه چیزی میخواید؟ آیا میخواید یه فروشنده درجه یک باشید؟ آیا میخواید تو کار خودتون برتر باشید؟ آیا میخواید تو شرکتتون یا تو جامعتون به موفقیت برسید؟ آیا میخواید ثروتمند شید؟ تنها کاری که باید انجام بدید اینه که دونه موفقیت رو توی ذهنتون بکارید، از اون مراقبت کنید
و به طور پیوسته در جهت هدف خودتون کار کنید. مطمئناً به واقعیت تبدیل خواهد شد. غیر از این نخواهد بود. این یه قانون مثل قوانین گرانش نیوتونه. اگه از بالای یه ساختمون بپرید، همواره به سمت پایین حرکت می‌کنید و هرگز به بالا نمی‌رید. مشابه با تمام قوانین طبیعت. در مورد هدف خودتون به روشی آروم و مثبت فکر کنید. خودتون رو طوری تصور کنید که انگار قبلاً به این هدف رسیدید. خودتون رو در انجام دادن کارایی ببینید که وقتی به هدفتون رسیدید اون کارا رو انجام میدید. عصر ما عصر بیخوابی، بحران روحی، زخم معده و داروهای تسکین دهنده است. حتی با وجود پیشرفت تحقیقات پزشکی، بسیاری از ما در حال یک تقلای بیهوده برای به ثمر نشوندن اهداف نادرست و سست خودمون هستیم. شیوه تفکر ما این چیزا رو به وجود میاره. هر کدوم از ما مجموع تفکرات خودمون هستیم. ما دقیقاً همون جایی هستیم که واقعاً می‌خوایم یا احساس می‌کنیم شایستگی حضور در اونجا رو داریم. خواه این موضوع رو بپذیریم، خواه نپذیریم. آینده هر کدوم از ما حاصل افکار حال حاضر ماست. چون به هر چی امروز و فردا فکر می‌کنید، ماه بعد و سال بعد زندگی شما رو شکل میده و آینده شما رو تعیین می‌کنه. ذهن شما راهنمای شماست. یادم میاد یه بار که مشغول رانندگی در شرق آریزونا بودم، یکی از ماشینای غول‌پیکر رو دیدم که با سرعت 35 مایل در ساعت در حال حرکت تو جاده بود. یه ماشین فوق‌العاده و باور نکردنی و راننده‌ای که چرخ‌ها تحت کنترلش بود. دستاش راهنماش بودن. همونطور که در حال رانندگی بودم، تحت تأثیر شباهت اون ماشین با ذهن انسان قرار گرفتم. فرض کنید تحت کنترل چنین منبع عظیم انرژی قرار دارید. آیا می‌خواید استراحت کنید و دست به سینه شید که اون شما را هدایت کنه؟ یا می‌خواید هر دو دست رو روی فرمون نگه دارید و کنترل کنید و این نیرو رو به هدفی خاص و ارزشمند هدایت کنید؟ به شما بستگی داره. شما در جایگاه راننده هستید. قانونی که به ما موفقیت میده شمشیری دولبه است. ما هستیم که باید فکر خودمون رو کنترل کنیم. قانونی که میتونه مردم رو به سمت زندگی موفق، ثروت، خوشبختی و همه چیزایی سوق بده که در گذشته آرزوی اونو داشتن. همچنین میتونه اونا رو به فقر و فلاکت بکشونه. مهم چگونگی استفاده از اونه. استفاده برای موفقیت یا برای شکست. این عجیب‌ترین راز جهانه. میدونید چرا عجیبه و چرا بهش میگم راز؟ در واقع به هیچ عنوان یک راز نیست. این موضوع نخستین بار توسط بعضی از خردمندا در گذشته اشاعه شد و دوباره در کتاب مقدس ظاهر شد. اما تعداد بسیار کمی از مردمونو یاد گرفتن یا درک کردن. به همین دلیل عجیبه و به همین دلیل یک راز باقی مونده. من باور دارم که شما اگه بیرون برید و توی خیابون اصلی شهرتون قدم بزنید و از هر فردی سوال کنید که راز موفقیتش چیه، احتمالاً نمیتونید کسی رو پیدا کنید که بتونه بهتون جواب بده. اگه واقعاً این راز رو درک کنیم و از اون استفاده کنیم، این اطلاعات نه تنها برای زندگی خودمون، بلکه برای زندگی اطرافیان، خانواده، کارمندا، همکاران و دوستان ارزشمند خواهد بود. زندگی باید یه ماجراجویی هیجان انگیز باشه. نباید خسته کننده و یک نواخت باشه. هر فردی باید کار کنه و سرزنده باشه. باید خوشحال باشید که صبح از خواب بیدار میشید. باید کاری رو انجام بدید که دوست دارید، چون اونو به خوبی میتونید انجام بدید. یه بار شنیدم که گراو پترسون، سردبیر روزنامه بزرگ تولدو، سخنرانی میکنه و در حالی که به پایان سخنان خودش نزدیک میشد گفت چیزی رو هرگز فراموش نکرده. اون ادامه داد: سالها کار تو شغل روزنامه نگاری منو به چندین مورد متقاعد کرده. از جمله اونا این که مردم اساساً خوبن و این که ما از جایی اومدیم و به جایی میریم. بنابراین باید زمانمون رو توی یه ماجراجویی هیجان انگیز قرار بدیم. معمار جهان پله‌ای ایجاد نکرده که منتهی به جایی نشه. اگه ایمان داشته باشید، ایمان شما برای شما اتفاق خواهد افتاد.
شیوه عملی برای به ثمر نشاندن عجیب‌ترین راز. من عجیب‌ترین راز جهان و نحوه عمل کردن رو توضیح دادم. حالا میخوام براتون توضیح بدم که چطور میتونید با قرار دادن راز در بستر عمل بازده عظیم ممکنه اونو تو زندگی خودتون اثبات کنید. من میخوام شما اونو به مدت 30 روز امتحان کنید. آسون نیست، اما اگه اونو امتحان کنید زندگیتون به طور کامل تغییر خواهد کرد. نیوتن، ریاضیدان انگلیسی و فیلسوف قوانین طبیعی در قرن 17 قوانین طبیعی فیزیک رو ارائه داد که برای انسان کاربرد زیادی داره. و یکی از این قوانین اینه که برای هر عملی عکس‌العملی مساوی و در خلاف جهت آن وجود دارد. بدون پرداخت هزینه یا بها نمیتونیم چیزی به دست بیاریم. نتایج آزمایش 30 روزه شما بر اساس تلاش شما بیان خواهند شد. برای اینکه پزشک بشید باید بهای سالهای طولانی مطالعه سخت رو پرداخت کنید و همینطور برای موفقیت در فروش به یاد داشته باشید که موفقیت هر کدوم از ما تو زندگی تا حدی به توانایی فروش ما وابسته است. یعنی داد و ستدی که به ظواهر مختلف از همون روز اول عمر تو زندگی ما وجود داشته. هر چی میکارید همونو برداشت میکنید. تمام موانع رو از ذهن خودتون دور کنید و به اون اجازه بدید تا بلند پروازی کنه. ذهن برای انجام کارهای خارق‌العاده طراحی شده. واقعیت اینه که محدودیت‌های شما خودخواسته‌اند. با شجاع بودن خودتون رو وادار کنید که به طور مثبت در مورد مسائل فکر کنید. برای خودتون هدف مشخص و واضح تعیین کنید. و اجازه بدید ذهن شگفت‌انگیزتون از تمام زوایای ممکن در مورد هدف فکر کنه. زمانی که مسیر شما آشکاره به موقع و قاطعانه عمل کنید. اجازه بدید اینجا 5 نکته مهم در مورد رسیدن به یه زندگی درخور رو مرور کنید. 1. فکر کنید. شما به اون چیزی تبدیل میشید که درباره اون فکر میکنید. 2. تصور کنید. کلمه تصویرسازی رو به خاطر بسپارید و بذارید ذهن شما شروع به بلند پروازی کنید. 3. شجاع باشید. هر روز روی هدف خودتون تمرکز کنید. 4. پسنداز. 10% از درآمد خودتون رو پسنداز کنید. و 5. عمل. ایده ها بی ارزشند مگه اینکه به اونا عمل کنیم. در ادامه آزمون 30 روزه‌ای که میخوام شما انجام بدید و شرح میدم. 2 نکته وجود داره که ممکنه در مورد هر کس صدق کنه. 1. هر کدوم از ما چیزی میخوایم. و 2. هر کدوم از ما از چیزی میترسیم. برای 30 روز آینده هر روز این مراحل رو دنبال کنید تا به اهدافتون برسید. اول اون چه رو که از هر چیز دیگه بیشتر میخواید روی کارت بنویسید. ممکنه پول بیشتر باشه. شاید دوست داشته باشید درآمد خودتون رو 2 برابر کنید. یا مبلغ مشخصی درآمد کسب کنید. ممکنه یه خونه زیبا باشه. ممکنه موفقیت تو شغلتون باشه. ممکنه یه موقعیت خاص تو زندگیتون باشه. میتونه یه خانواده همدلتر باشه. هر کدوم از ما چیزی میخواییم. به طور ویژه اون خواسته رو روی کارت بنویسید. مطمئن باشید که اون یه هدف واحده و به وضوح تعریف شده. لازم نیست اونو به کسی نشون بدید. در واقع غالباً بهتره که اینطور نباشه. کارت رو همراه خودتون داشته باشید. طوری که روزانه چندین بار به اون نگاه کنید. هر روز صبح که از خواب پا میشید به اهداف خودتون توی محیط شاد، آروم و مثبت فکر کنید. و بلافاصله کاری رو برای اون انجام بدید. هر کاری که شما رو از رخت خواب خارج کنه. هر کاری برای زندگی کردن.
نوشته شده رو کارتتون در طول روز و درست قبل از رفتن به رخت خواب تو شب نگاه کنید. وقتی به اون نگاه میکنید به یاد داشته باشید که باید همونیشید که به اون فکر میکنید و از اونجایی که به هدفتون فکر میکنید به زودی محقق خواهد شد. در حقیقت لحظه‌ای که اونو یادداشت میکنید واقعا برای شماست و شروع به فکر کردن در مورد اون میکنید. همونطور که درگیر و مشغول کارهای روزانه‌تون هستید به فراوانی‌های اطرافتون نگاه کنید. این فراوانی به اندازه هر موجود زنده‌ای حق شماست و نتیجه خواسته شماست. به این راز می‌رسیم. سخت به این معنا که عادتی کاملا جدید در حال ایجاده. عادت جدید به راحتی شکل نمیگیره، اما بعد از شکل گیری اونا تا آخر عمر با شما خواهند بود. نکته بعدی این که فکر کردن در مورد چیزایی که از اونا میترسید و متوقف کنید. هر بار که فکر هراس انگیز یا منفی به ذهنتون میرسه، اونو با یه تصویر ذهنی از هدف مثبت و ارزشمندتون جایگزین کنید و زمانهایی وجود خواهد داشت که احساس تسلیم شدن می کنید. افکار منفی راحت‌تر از افکار مثبت به سراغ انسان میان. به همین دلیله که فقط 5% موفق عمل می کنن. حالا باید شروع کنید تا خودتونو تو اون گروه موفق قرار بدید. به مدت 30 روز باید ذهنتونو کنترل کنید. ذهن شما به چیزی فکر می کنه که به اون اجازه می دید. توی این تمرین 30 روزه هر روز کاری بیشتر از اونچه که باید انجام میدادید انجام بدید. علاوه بر حفظ دیدگاه مثبت و شاد به خودتون بیش از گذشته توجه کنید و بدونید که متناسب با اونچه میبخشید به شما برگردونده میشه. زمانی که تصمیم میگیرید برای رسیدن به هدفتون تلاش کنید، بلافاصله فرد موفقی خواهید بود. شما در اون گروه از افراد موفق و بی‌نظیری قرار می‌گیرید که می‌دونن دنبال چی‌اند. نگرانی بیش از حد در مورد چگونگی رسیدن به هدف نداشته باشید. پاسخ‌ها در زمان مناسب نمایان خواهد شد. همه شما باید بدونید که به کجا می‌رید. سخنان حضرت موسی در بالای کوه رو به یاد داشته باشید و اونا رو به خوبی تو ذهنتون بسپارید. اونا رو قبل از تمرین 30 روزه به طور مداوم حفظ کنید. درخواست کنید، به شما داده می شود. جستجو کنید، پیدا خواهید کرد. در بزنید تا به روی شما باز شود. و هر کسی که درخواست می کند، دریافت می کند. بله، ساده است، به همون اندازه که شگفت‌انگیزه. در حقیقت اونقدر ساده است که توی دنیای به ظاهر پیچیده ما درک این که تنها نیاز انسان داشتن هدف و ایمانه دشواره. به مدت 30 روز تمام تلاش خودتون رو انجام بدید. اگه یه فروشنده اید روشی رو انجام بدید که قبلا انجام ندادید. نه به روشی طاقت فرسا و ناآروم، بلکه با اطمینان خاطر و آرامش. طوری که زمان خوبی رو سپری کنید و به ازای چیزی که درخواست کردید به شما فراوانی اعطا شه. اگه یه خانه‌دار هستید، تمرین 30 روزه رو به طور کامل به خودتون اختصاص بدید، بدون فکر کردن در مورد دریافت چیزی که می‌خواید و از تغییری که تو زندگی شما ایجاد میشه شگفت زده خواهید شد. مهم نیست که شغلتون چیه، اونو به گونه‌ای انجام بدید که قبلاً انجام ندادید. و اگه هر روز به مدت 30 روز هدفتون رو تو ذهنتون مرور کنید، از این زندگی جدید شگفت زده خواهید شد. دوروتی برند، سردبیر و نویسنده برجسته، این راز رو کشف کرد و توی کتاب فوق‌العاده‌اش به نام بیدار شو و زندگی کن درباره اون صحبت میکنه. فلسفه اون توی این سخن نهفته: به گونه ای عمل کنید که گویی شکست خوردن غیر ممکن است. اون با اخلاص و ایمان این تمرین رو انجام داد و با کسب موفقیت‌های بیش از حد زندگیش تغییر پیدا کرد. حالا شما تمرینتون رو برای 30 روز کامل انجام میدید تا
زمانی که ذهنتون رو سازگار نکردید شروع نکنید. شما با داشتن پشتکار و ثبات قدم ایمان خودتون رو نشون میدید. پایداری و ثبات قدم معنای دیگه کلمه ایمانه. اگه ایمان نداشته باشید هرگز پایدار نخواهید موند. اگه در طی این تمرین 30 روزه برای اولین بار شکست بخورید، به این معنی که تحت شعاع افکار منفی قرار گرفتید، باید دوباره از نقطه اول شروع کنید و 30 روز دیگر رو پشت سر بذارید. عادت جدید شما تدریجاً شکل خواهد گرفت تا زمانی که خودتون رو یکی از اقلیت‌های فوق‌العاده‌ای کشف کنید که تقریباً هیچ چیز براش غیر ممکن نیست. و کارتو فراموش نکنید که از اهمیت زیادی برای شروع زندگی جدید برخورداره. در یک سمت کارت هدفتون رو بنویسید، هر چی ممکن باشه، و در سمت دیگه کارت حرفای موعظه موسی در کوه رو بنویسید. درخواست کنید، به شما داده می شود. جستجو کنید، پیدا خواهید کرد. در بزنید تا به روی شما باز شود. هر کسی که درخواست می کند، دریافت می کند. در اوقات فراغتتون کتابایی بخونید که بهتون کمک می کنه. هیچ چیز بزرگی تا حالا بدون الهام محقق نشده. میبینید که در طی اولین 30 روز الهام شما به اوج خودش میرسه. از همه مهمتر، نگران نباشید. نگرانی موجب ترس میشه و ترس فلج کننده است. تنها چیزی که میتونه در طول آزمون باعث نگرانی شما شه، تلاش برای انجام تمام این کارهاست. بدونید که تنها کاری که باید انجام بدید اینه که هدفتون رو قبل از خودتون نگه دارید. همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. همچنین به یاد داشته باشید که آروم و شاد باشید. اجازه ندید که مسائل کوچیک و بزرگ براتون آزاردهنده باشن و شما رو از این مسیر دور کنن. توجه کنید، از اونجایی که انجام این تمرین دشواره، بعضیا میگن چرا باید به خودم زحمت بدم؟ بسیار خوب، به گزینه جایگزین نگاه کنید. هیچ کس نمیخواد شکست بخوره. هیچ کس واقعا نمیخواد فرد متوسطی باشه. هیچ کس نمیخواد یه زندگی پر از استرس و نگرانی و ناامیدی داشته باشه. بنابر این به یاد داشته باشید اون چرا که میکارید برداشت خواهید کرد. اگه افکار منفی بکارید زندگی شما پر از چیزای منفی میشه. اگه افکار مثبت بکارید زندگی شما شاد، موفق و مثبت خواهد بود. توجه کنید که ممکنه تمایل به فراموش کردن اون چه که تازه یاد گرفتید داشته باشید. در نتیجه هر هفته به خودتون یادآوری کنید که برای شکل دادن عادت جدید باید چه کاری انجام بدید. خانواده خودتون رو در فواصل زمانی منظم جمع کنید و به اون چه در اینجا گفتیم گوش کنید. اکثر مردم بدون درک این قانون میگن میخوان پولدار شن. تنها افرادی پولدار میشن که تلاش زیادی میکنن. تنها راه پولدار شدن ارائه خدمات یا کالاهای مورد نیاز و مفید به افراده. ما زمان و محصول یا خدماتمونو برای دریافت پول مبادله میکنیم. بنابراین قانون اینه که بازدهی مالی ما متناسب با خدمات ماست. موفقیت نتیجه پولدار شدن نیست. پولدار شدن نتیجه موفقیته و موفقیت تناسب مستقیم با خدمات ما داره. بیشتر مردم این قانون رو وارونه و معکوس میدونن. اونا بر این باورن که اگه پول زیادی به دست بیارن موفقن. حقیقت اینه که شما تنها میتونید بعد از موفقیت پولدار شید.
برای تولید گرما ابتدا باید سوختمون رو تأمین کنیم. به همین ترتیب قبل از اینکه انتظار پول داشته باشیم باید خدمات ارائه بدیم. نگران پول نباشید. خدمت ارائه بدید. بسازید. کار کنید. رویا داشته باشید. ایجاد کنید. این کار رو انجام بدید. پی خواهید برد که هیچ محدودیتی برای کامیابی وجود نداره. کامیابی بر اساس قانون مبادله متقابل پایه‌گذاری شده. هر کسی که مشارکتی در کامیابی داشته باشه، به نوبه خودش موفق میشه. بعضی اوقات بازگشت از طرف کسایی که به اونا خدمت میکنید حاصل نمیشه و ممکن از جای دیگه‌ای به دست شما برسه، چون این قانونه. برای هر عملی عکس‌العملی برابر و در خلاف جهت وجود داره. موفقیت شما همونطور که دوره 30 روزه تمرین خودتون رو انجام میدید، همواره با کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده شما اندازه گیری میشه و پول معیار سنجش این خدماته. هیچ کس نمیتونه ثروتمند شه مگه اینکه ابتدا دیگران رو ثروتمند کنه. هیچ استثنایی برای این قانون وجود نداره. توی خیابونی که رانندگی میکنید، خدماتی رو که توسط افراد ساکن در اون خیابون ارائه میشه رو تخمین بزنید. آیا تا به حال به این معیار سنجش فکر کردید؟ جالب، بعضیا مثل وزرا، کشیش‌ها و سایر افراد فداکار بازدهی خودشونو در حوزه معنوی اندازه‌گیری میکنن. اما بازم بازدهی اونا برابر با خدماتشونه. بعد از درک این قانون هر فرد متفکر میتونه ثروت خودشو فاش کنه. اگه اونا بیشتر میخوان باید خدمات بیشتری ارائه بدن. اگه کمتر میخوان تنها باید خدمات خودشونو کاهش بدن. این بهاییه که باید برای اون چه میخواید بپردازید. اگه اعتقاد دارید با فریب دیگران میتونید ثروتمند شید، در واقع خودتونو فریب دادید. ممکنه مدتی با فریب دیگران زندگی برخورداری داشته باشید، اما بدون شک فریب شما به شما باز خواهد گشت. هرگز فکر نکنید که میتونید از این امر جلوگیری کنید. غیر ممکنه. ممکنه بتونیم برای مدتی بعضی قوانین رو بشکنیم، اما قوانین بزرگتری وجود داره که قابل شکستن نیستن. اخیراً یه پزشک برجسته به 6 مرحله اشاره کرده که به شما در تحقق موفقیت کمک میکنه. 1. یه هدف مشخص برای خودتون تعیین کنید. 2. خستگی رو از خودتون دور کنید. 3. فکر کردن در مورد تمام دلایلی که شما رو از موفقیت دور می‌کنن متوقف کنید و در عوض به تمام دلایلی که شما رو به سمت موفقیت سوق میدن فکر کنید. 4. نگرش‌های دوران کودکیتون رو مرور کنید و کشف کنید که اگه به این شیوه فکر کنید نمیتونید موفق باشید. 5. تصویری که از خودتون دارید و با توصیف شخصی که دوست دارید باشید تغییر بدید. و 6. مثل فرد موفقی عمل کنید که تصمیم گرفتید مثل او باشید. روانشناس برجسته دکتر دیوید هارولد فینک نویسنده این سخنانه. اون چه رو که کارشناسه از زمان شروع تاریخ به شما گفتن انجام بدید. اون میگه برای تبدیل شدن به شخصی که میخواهید باشید تلاش کنید و تاوانش را بپردازید. این کار هر چه باشد از زندگی در ناکامی بهتر است. این تمرین 30 روزه را مورد توجه قرار بدید و بعد اونو تکرار کنید و بعد باز هم دوباره اونو تکرار کنید. هر بار که انجام میدید بخش بیشتری از وجود شما میشه. تا اینکه تعجب میکنید که چطور میتونستید به روش دیگه‌ای غیر از این روش زندگی کنید. با این روش جدید زندگی کنید و دریچه‌های فراوانی رو به روی خودتون باز کنید. ثروت بیشتری از اون چه ممکنه در خواب دیده باشید بر شما جاری خواهد شد. پول؟ بله، بسیار زیاد. اما مهمتر از همه شما صلح خواهید داشت. شما در اون اقلیت شگفت‌انگیز خواهید بود که منجر به زندگی آرام، شاد و موفق خواهد شد. امروز شروع کنید. شما چیزی برای از دست دادن ندارید. اما تمام زندگی در اختیارتان است تا موفق شوید. ارل نایتینگل،
سپاسگزارم. سپاسگزاریم که نسخه شنیداری کتاب عجیب ترین راز رو با صدای دکتر جابر جاهد شنیدید. امیدواریم که بهره کافی رو برده باشید.